یک نهاد پژوهشی معتبر میگوید نفوذ ایران در خاورمیانه از رقیب استراتژیکش یعنی عربستان بیشتر است. مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در گزارشی گفته ایران علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی و با وجود اینکه رقبای عربش میلیاردها دلار صرف خرید سلاح‌های غربی کردند، موفق شده نفوذ بیشتری در منطقه داشته باشد. این موفقیت به شبکه‌ای از اتحادها و گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران در لبنان، سوریه و عراق نسبت داده شده. برای صحبت در این باره محسن سلطوس، پژوهشگر رابطه بین الملل و علوم سیاسی دانشگاه کوینزلند از بریزبن استرالیا با ما هستند. در مورد این گزارش چه فکر میکنید آقای سلطوس؟ درود بر شما. بله، من گزارش رو مطالعه کردم و با بخش های زیادی از گزارش موافق هستم. شاید بشه بخش هایی که بیشتر در موردش صحبت کرد این هستش که این برتری و قابلیت استراتژیکی که ایران به دست آورده مربوط به الان نیست. این تقریبا میشه گفت از دهه 80 میلادی، از زمانی که ایران هیچ متحدی از قدرت‌های بزرگ در منطقه با خودش نداشت و در جنگ با عراق بود، شکل گرفت و به فکر این افتاد که بتونه نیروی رو جایگزین توان نظامی خودش که رو به تحلیل بود در جنگ عراق بکنه. شاید یکی از مواردی که در گزارش مطرح شده بود این بود که رابطه ایران با این گروه ها بر اساس ایدئولوژی انقلابی صورت گرفته. به نظر من این جای بحث بیشتری داره و اعتقاد دارم که رابطه ایران با گروه های نیابتی بر اساس یک استراتژی حساب شده نظامی و با شناخت بسیار عمیقی از این گروه های شبه نظامی تعریف شده. اگر ما این رابطه ایران و عربستان رو با گروه های مورد حمایت خودشون بتونیم مقایسه بکنیم، میبینیم که ایران یک هویت و یک سری اهداف مشترکی رو با گروه های تحت حمایت خودش تعیین کرده و تعریف کرده. شما این رو به عنوان مثال در رابطه عربستان با گروه های تحت حمایت خودش نمیبینید، ولی اگر به عنوان مثال در ایران وقتی که وقایع طبیعی مثل سیل اتفاق میفته، ایران سعی میکنه از گروه های هشت و شعبی استفاده بکنه برای امداد رسانی به مردم خودش، یا در به عنوان مثال در بحث سرزمین های فلسطینی میبینیم که عربستان در جایی که منافع ملی خودش حکم بکنه اصلا از گروه های فلسطینی حمایت نمیکنه این سرزمین ها. سوالی که پیش میاد این هست که رابطه نزدیک ایران با این گروه ها و نفوذش بر این گروه ها چقدر موازی هست با نفوذ ایران بر مردم این کشورها، همونطور که الان میبینیم در عراق، در لبنان، کشورهایی که ایران نفوذ قوی داره مردم ناراضی هستند، و چقدر فکر میکنید که اینها در نهایت ممکنه که اون نتیجه ای نباشه که ایران به طور مثال به دنبالش هست؟ بله، قطعا نارضایتی از بخشی از جامعه از بابت نفوذ ایران در این کشورها وجود خواهد داشت، اما بخشی از این جوامع هم قطعا باز هم موافق حمایتی از جانب ایران میشن هستن. شاید در بعضی جاها این گروه ها همونطور که در گزارش مطرح شده بود اقلیت باشن، در بعضی جاها باید اضافه کرد که این گروه ها اقلیت نیستن. به عنوان مثال حزب الله لبنان جزو اقلیت جامعه لبنان به حساب نمیاد، بخش بزرگی از جامعه لبنان هست. بنابراین میشه گفت در بسیاری از جاها هم از مناطق به عنوان مثال در افغانستان، در سوریه، تا جایی که ایران توانسته اون اهداف مشترکی خدمتتون عرض کردم بر اساس هویتی مشترکی که با این گروه ها شکل داده تونسته برای این گروه ها برآورده بکنه، شاید توانسته پذیرش بیشتری یا از اقبال بیشتری در بین مردم برخوردار بوده تا آنچه که به عنوان مثال بخوایم نفوذ عربستان در این مناطق. از دلایل موفقیت ایران به این ایدئولوژی مشترک اشاره کردید. فکر میکنید این چیزی هست که عربستان به اندازه کافی روش مانور نداده یا حتی ازش برخوردار نبوده با کشورهایی که باید روشون میخواسته نفوذ داشته باشه؟ ببینید، شما اگر گروه هایی که مورد حمایت عربستان هستند نگاه بکنید، اینها همه دارای یک ایدئولوژی بسیار افراط‌گرایانه هستند، در صورتی که اگر ما به سمت ایران نگاه بکنیم میبینیم که ایدئولوژی مذهبی مبنای این روابط با ایران نیست. شما در بعضی جاها میبینید که به عنوان مثال در مناطق فلسطینی گروه های سنی با ایران هماهنگ هستند، در بعضی جاها گروه های شیعه هستند، در بعضی جاها علوی ها هستن، حوثی ها هستن که متفاوت از شیعیان هستن.
بنابراین اون چیزی که به نظر من عربستان نتوانسته به خوبی از پسش بر بیاد همین تعریف کردن هویت و اهداف مشترک با این گروه ها هست و رابطه‌ای که به عنوان مثال عربستان صرفاً بر اساس ایدئولوژی‌های افراطی برقرار کرده، ایران بر اساس یک استراتژی حساب شده نظامی و با شناخت هویتی که از این گروه ها به دست آورده و اونها رو توسعه داده تونسته به دست بیاره. متشکرم از شما محسن سالدوست، پژوهشگر روابط بین‌الملل و علوم سیاسی از دانشگاه کوینزلند.